تو این هوا خدایش چای میچسبه. بریم یک جیرش هم درست کنیم. این لونه رو تو این عباد میبینی؟ خودت میدینی بقیهش. شاید هم خیلی ناجوره ولی خب باله. این اجزا آماده کردیم، تمرین نواش هم میکنیم که منبع عقبش هم بس کنیم و اینطور تموم بشه و بده برای داینه سبت. خودم نایش موزی خیلی جردم بود. این تیکه خم اینجا و خمی که اینجا میخوره ما میرسیم یه مندل آسی که در واقع سخت‌ترین کار ما همینجاست که باید از وسط مندل و اکسل عقب رد کنیم تا بتونیم به منبع عقب برسیم. من گره برای دیگه کاراش چیز آسی ندارم. وقتی مندل عرضی 206 داره که در واقع به نام مندل آسی معروفه، ما مجبوریم چند تا خم بزنیم که این مشکل مندل حل بشه و گیر نکنه. با چند تا فلنچ هم این کارو میکنیم که برای بازوستش هم راحت بشه. اتصالاتش همون شد که جوشکاری اولیش، حالا میگیم که به فیلت همون جوشکاری رو پر کنیم و در نهایت هم نصف رو میگیم. حالا جوشکاری هست تمام شد، بریم سراغ بقیهش. در حال آبیاری سپر ماشین آقا مهدی هستیم. چه چیز زیادی بوریدیم میتونم روش کنم. انشالله که اون اندازه که میخوام برسیم باشد. مرکت کده انشالله سفرشه. دوانه ارزانی از مشتری. اینم آماده شد، حالا ببینیم چی هست. خب من رسیدم که به صورت اکسترنال قرار از کاپوت خارج بشه. حالا بیشتر به خاطر اینکه نمای قشنگی داشته باشه و در واقع میشه نمایشی هست داره میکاره میکنه، وگرنه کاربرد خاصی نداره. ولی وسکیت رو تصمیم گرفتیم که عوض کنیم به نمونه بزرگتر و فنر قبیتر، چون وسکیت قبلیش متاسفانه جواب نمیداد. شاید پیش خود بکنید که ما چرا این وسکیت رو انتخاب کردیم، در صورتی که ما اصلا این انتخاب نکردیم. ما هلرز رو داریم یک جای خیلی معروف، به اصطلاح معروف داریم درست کردن. البته هلرز رو ما نداد، خود آقا مهدی به صورت کاملا خود مختار و بدون فرس و جو به درست رو فرستادن برای ساخته. پول وسکیت کل بزرگ رو از ما گرفتن، این رو فرستادن و همیشه تاکید ما برای این قضیه بوده که آقا وقتی جنسی از جای خرید میکنید اعتماد یه بحثه، این که کار درستی اون مجموعه یا اون سرویس دهنده مهم باشه یه بحث دیگر. برای همین ما مجبور شدیم یه هزینه یه دو مرتبه سر این وسکیته بکنیم. ما که خود رو باش صحبت کردیم
قرار شد که دو مرتبه خریداری کنه به خاطر اینکه ما با این وسکت نمیتونستیم اون توانی که بخوایم برسیم. متاسفانه $100,000 دارم برات. بالاخره ماشین آقای مهدی زمانی هم تموم شد. آمادش کردیم با لوبوست و بهشون تحویل دادیم که ببرن برای آب بندی. حالا داستان آب بندی چیه؟ چرا ما میگیم آب بندی؟ اولا که یک موتور اگه قرار باشه خوب بمونه آب بندی و به اصطلاحاً اون انبساط و انقباضی که در قطعات یه خودرو به وجود میاد، در واقع انجین خودرو، باعث میشه که عمر اون قطعه به شدت بالا بره. حالا ما توی ماشین هایی که جمع میکنیم هلوهوش 1000 تا 1200 تا به مشتری عزیزمون میگیم که آب بندی کنن. این کار باعث میشه ماشین موقعی که بخوام توان نهاییشو بگیریم به بهترین حالت ممکن بازدهی داشته باشه برای ما. حالا این ماشین هم که یک ماشین در واقع میشه گفت توربو هست و نیاز به یه آب‌بندی درست و طبق یه اصولی ما به مشتری هامون میگیم انجام بدن و بعدش هم یک توان عالی براشون میگیریم. مخصوصا این ماشین که گفتم چون توربوه نیاز به این هستش که اون انبساط انقباض بین قطعات رو انجام بدیم و کسایی که متاسفانه اینجوری بگم این آب‌بندی رو انجام نمیدن موتورشون عمری نداره، چیزی که ما تجربه کردیم و باید یه پروسه هول و هوش یک ماه تا یک ماه و نیمی زمان ببره برای آب‌بندی. انشالله که این ماشینم به درستی این اتفاق براش میفته و بعد اینکه حالا انجکتور، توربو، پمپ بنزین بتونن به ما یاری برسونن، ما توان هول و هوش 400 اسب رو از این
ماشین خواهیم گرفت. مرسی که تا اینجا این پروژه همراه ما بودید. انشاءالله در پست های بعدی توان نهایی رو روی داینو به شما نشون میدیم. حتما ادامه این پروژه رو دنبال کنید، چون قراره تست هاش هم براتون توی محیط پیست بذاریم. ممنونی که همیشه همراه ما هستید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. این کار باعث میشه که ما دلگرم بشیم و این سب پروژه ها و این مدل پست گذاشتن رو همیشه ادامه بدیم.